خب این به نظر من حرف تازه‌ای نیست و رژیم خوب میدونه که تنها حریفش مجاهدین و شورای ملی مقاومته و تمام وحشتش هم از همینه. 43 ساله که میگه مجاهدین تموم شدن، اما باز در مقابل مجاهدین در حضیض ذلت قرار داره، چون میدونه مجاهدین وفادار به 120 هزار خون شهید راه آزادیه، چون میدونه مجاهدین سر سوزنی از خواسته هاشون که همون سرنگونی رژیم کوتاه نمیاد، ایناست که وحشت رو به جون نیروهای رژیم میندازه. وگرنه پسمونده های دیکتاتوری شاه که خوان انقلاب و تغییر اساسی نیستن، اونا به دنبال گذر به عنوان گذار از حکومت ملان. یعنی چی؟ یعنی اینکه ساختار همون ساختار، فقط به قول معروف به جای آخوند عمامه دار آخوند کراواتی که حکومت کنه. اما مجاهدین میگن نه شاه نه شیخ، و مرگ بر ستمگر که چه شاه باشه چه رهبر. خب معلومه که شیخ و شاه از مجاهدین وحشت داره، چون نمیذاره کسی انقلاب مردم ایران رو به انحراف بکشونه و یه خمینی دیگری رو بر مردم ما تحمیل کنه، چون مجاهدین تشکیلات دارن، رهبری دارن، کانونهای دلاور شورشی دارن که هر روز با عملیاتاشون خواب و از خامنه ای و بسیجی های ارزشیش گرفته. بنابراین هیچ هم اینطور نیست، همش برای کمرنگ کردن فعالیت های مقاومته که مستمر توسط کانونهای شورشی در ایران صورت میگیره. مجاهدین سه نسله که در یک جبهه کنار هم ایستاده و هر روز هم داره تکثیر میشه. اگه بین مردم جای ندارن، چطور در داخل کانونهای شورشی در جبهه های مختلف در سراسر ایران تشکیل شده؟ اینا که دروغ نیست، هر روز دنیا داره به چشمش فعالیت هاشون رو میبینه. شیخ و شاه نتونستن مجاهدین رو از بین ببرن، چون آرمان مجاهدین اساساً آزادی و برابریه. مجاهدین برای آزادی از همه چیز خودشون گذشتن. کجا میشه چنین نیروی رو پیدا کرد؟ در ضمن نام مجاهد برای رژیم مرز سرخه و حکمش زندان و شکنجه و اعدامه. اگر راست میگن یک انتخابات آزاد بذارن، اون وقت معلوم میشه که کی طرفدار داره و کی طرفدار نداره.